سلام بچه ها، به کانال ورد آف فکس خوش اومدید. من مهدی هستم، امروز براتون لیست 10 تایی از چیزایی آماده کردم که فورتنایت از روی بقیه بازی ها دزدیده. فورتنایت در حال حاضر به عنوان یکی از محبوب ترین بازی های فری تو پلی به حساب میاد که لقب های زیادی هم داره، اما قطعا لقب بهترین دزد برازنده ترین لقب برای این بازیه. با ما همراه باشید تا شما رو با 10 چیزی آشنا کنیم که فورتنایت از روی بقیه بازی ها دزدیده. شماره 10، والت. شما که دارید فورتنایت بازی میکنید احتمالاً الان دارید با خودتون فکر میکنید که خب والت مدت هست که توی بازی بوده، فورتنایت ممکنه اون از کجا دزدیده باشه. خب در حال حاضر شما میتونید والکی رو با شکست دادن یه سری مینی باس داخل بازی به دست بیارید و بعد با استفاده از اون والکی برید یه سری والت رو باز بکنید و اونجا کلی لوت خفن به دست بیارید. اما جالب بدونید که فورتنایت اولین بازی نبود که همچین مفهومی به اسم والت رو به خودش اضافه کرد. در واقع اونا این ویژگی رو از روی رقیب خودشون یعنی ایپکس لجندز دزدیدن. درسته قبل از اینکه فورتنایت چیزی به اسم والت داشته باشه، ایپکس لجندز این ویژگی رو به خودش اضافه کرد. البته اونجا کمی فرق داشت. یک سری توپ پرنده داخل بازی وجود داشتن که به صورت رندوم توی آسمون پرواز می‌کردن. شما به این توپ‌ها شلیک می‌کردید و می‌تونستید یک سری کلید به دست بیارید. با این کلیدها در یه سری ساختمان رو باز می‌کردید و داخل اونجا بهترین لوت‌های بازی رو می‌تونستید برای خودتون بردارید. شماره 9. اما خب دزدی کردن از روی ایپکس لجندز فقط به والت ختم نمیشه، بلکه فورتنایت توی خیلی دیگه از موارد گرفته از اون بازی استفاده کرده. به عنوان مثال ریبوت فن، چیزی که شما احتمالاً الان توی فورتنایت حسابی باهاش حال میکنید. اما جالب بدونید که وقتی فورتنایت اومد ریبوت فن رو معرفی کرد، همه گرفتن مسخرش کردن و گفتن شما این مفهوم از روی ایپکس لجندز دزدیدید. درسته اولین بار این ایپکس لجندز بود که اومد از چیزی به اسم ریسپان بیکن استفاده کرد. وقتی که هم تیمی شما میبرد، شما میتونستید ریسپان بیکن اونو بردارید و بعد بگیرید اونو زنده کنید. توی اون دوره فورتنایت همچین چیزی نداشت. یکی دیگه از ویژگی‌های خیلی باحال ایپکس لجندز مربوط به پینگ دادن میشه، طوری که شما حتی نیاز نیست برای ارتباط برقرار کردن با هم تیمی خودتون باشون صحبت بکنید. شما فقط کافیه به نقطه‌ای که می‌خواید با پینگ اشاره بکنید. بعد از اینکه ایپکس همچین ویژگی رو اضافه کرد، فورتنایت هم 2 ماه بعدش اومد پینگ رو به بازی خودش اضافه کرد. اما یه نوع پینگ دادن دیگه توی بازی فورتنایت وجود داره، اونم مپ مارکر 3 بعدی. وقتی که شما اول بازی از آسمون دارید میپرید پایین، میتونید به همتیمیای خودتون روی مپ پینگ بدید که اونا کجا فرود بیان. خب جالب بدونید که این ویژگی هم فورتنایت خودش ابدا نکرده، بلکه اونا گرفتن از یک بازی کم نامانشونتر اسم ریلم رویال دزدیده. شماره 8، سافلای دراپ. درسته الان خیلی وقته که توی فورتنایت شما این دراپ ها رو دارید، یا از آسمون یک سری لوت خیلی خفن برای شما دراپ میشه که میتونید اونا رو بردارید. اما جالب بدونید که این ویژگی توی بازی های بتل رویال برای اولین بار توی پابجی به وجود اومد، خیلی قبل‌تر از اینکه اصلا فورتنایت به وجود بیاد. اما خب اگر ما بخوایم رد این ویژگی رو بگیریم، خیلی به قبل‌تر از پابجی می‌رسیم، چرا که ساپلای دراپ ها تا اونجا که من یادمه توی بازی مودرن وارفی 2 به بازی های ویدیویی اضافه شدن. اما خب بعد از اون بازی های خیلی زیادی نبودن که بیان از این ویژگی استفاده بکنن، یا حتی اگرم استفاده کرده بودن چندان موفق نبودن. پابجی اولین نمونه موفقی بود که اومد از ساپلای دراپ استفاده کرد و بعدش هم فورتنایت این ویژگی رو از روی اون دزدید. شماره 7، اوورواچ. توی سالهایی که بتل رویال ها حسابی داشتن میترکوندن، بلیزارد نشون داد که شما برای اینکه بخواید یک بازی کامپتیتیو خیلی خوب درست کنید، حتما نیاز نیست دنبال ترند ها برید و بخواید همه چیز رو اسکی برید. اوورواچ یک بازی شوتر واقعا فوق العاده است که خب خیلی از بازی ها سعی کردن از روش کپی برن. متاسفانه فورتنایت هم مخصوصا توی اسکین ها چند بار این کار انجام داده. داخل فورتنایت کلی اسکین مختلف وجود داره که از روی هیروهای داخل اوورواچ گرفته شدن. به عنوان مثال وقتی که شما دارید به اسکین اومگا نگاه میکنید، دقیقاً یاد یکی از هیروهای اوورواچ یعنی گنجی میافتید. اما خب این تنها اسکین نیست، اراکنی دقیق از روی ویو میکر درست شده. ریون داره داد میزنه که از روی ریپر اسکی رفته. حتی اسکین هالوهد از روی اسکین ریپر درست شده که برای هالووین به اوورواچ اضافه شده بود. یا مثلا اسنوفوت که این همه طرفدار داره، در واقع اون از روی اسکین بایهو گنجی گرفته شده. ولی خب یکی دیگه از اسکینایی که به معنای واقعی و 100% اسکی رفته شده اینه. همونطور که میبینید این اسکین دقیقاً مربوط به هیروی مرسی داخل بازی اوورواچ میشه. شماره 6، باتل پاس. یکی از چیزایی که طرفداری فورتنایت خیلی بهش افتخار میکنن و میگن که فورتنایت مثل بقیه بازی‌ها نمیاد از لوت باکس استفاده بکنه، باتل پاسه.
چیزی که حالا خیلی ها میگن در واقع بیشتر بازی ها اومدن از روی فورتنایت اسکی رفتن و بتل پس رو به خودشون اضافه کردن. اما چیزی که باید بدونید اینه که فورتنایت اولین بازی نبود که اومد از سیستم بتل پس استفاده کرد، بلکه این سیستم برمیگرده به یکی دیگه از بازی‌های محبوب فری تو پلی، یعنی دوتا دو، که در سال 2016 سیستمی دقیقاً به اسم بتل پس رو به وجود آورد. شما میتونستید با خریداری بتل پس به بهتر برگزار شدن مسابقات حرفه‌ای دوتا دو کمک کنید، چرا که پول ناشی از خرید این بتل پس بخش خیلی زیادیش به جایزه اینترنشنال اضافه میشه. به نظرم باید به این قضیه اشاره بشه که دوتا دو اولین بازی بود که اومد سیستم بتل پس رو پاپولار یا همون محبوب کرد. شماره 5، تفنگا. خب یکی دیگه از چیزایی که فورتنایت حسابی توش ماهره اسکی رفتن از روی تفنگای بقیه بازی‌هاست. میدونید نه سری تفنگای معمولی مثل کلاشنیکوف و اینجور چیزا، بلکه تفنگایی که یک سری از بازی‌ها اومدن خودشون با استفاده از خلاقیتشون ابدا کردن. از جمله این تفنگا میتونیم به ریسایکلر اشاره کنیم. خب توی فورتنایت اینطوریه، وقتی که تیر تفنگ ریسایکلر شما تمام بشه، شما میتونید هر چیزی که داخل بازی هست و مورد استفاده قرار بدید یا ریسایکل بکنید تا اینطوری خشاب جدید به وجود بیارید. اما خب جالبه بدونید که این سیستم خیلی باحال برای اولین بار توی یک بازی دیگه مورد استفاده قرار گرفته بود، توی بازی کریتیو دیستراکشن. خب اسم این تفنگ توی اون بازی دیستراکتیو بود. یکی دیگه از تفنگایی که توی فورتنایت حسابی محبوبه گایدد میسل یا همون موشک هدایت شونده است، که خب وقتی شما اونو شلیک میکنید یه همچین حالتی داره. اما جالب بدونید که فورتنایت اولین بازی نبود که اومده بود از این تفنگ استفاده کرده بود، یا بهتر بگم اونو ابدا کرده باشه. در واقع برمیگرده به یک بازی چند نفره خیلی قدیمی تر به اسم 2-0-7 نایت فایر. اونجا یه راکت لانچر هدایت شونده وجود داشت که دقیقاً مثل فورتنایت بود. این که بهتر بگیم فورتنایت دقیقاً مثل اون بود. یه تفنگ دیگه که فورتنایت از روی بازی‌های دیگه الهام گرفته یا دزدیده مربوط به تفنگ هیروی باپتیس توی اوورواچ میشه. باپتیس هیرویی که میتونه به سمت یارهای خودش یک سری بمب هیلینگ پرتاب کنه که باعث میشه خون اونا زیاد بشه. خب یه همچین تفنگی دقیقاً توی فورتنایت هست، فقط به جای بمب هیلینگ شما بانداش پرتاب میکنید. البته هر دوتای این بازی این تفنگو گرفتن از روی یک عنوان قدیمی‌تر، یعنی تیم فورترس دو الهام گرفتن. شماره 4، خب این یکی رو شاید انصاف نباشه بگیم دوستی، بیشتر یک حالت الهام داره، یا اینکه مثلا بخوان به یک بازی ادای احترام بکنن. منظورم کل فصل 6ه که در واقع داره به بازی لجند آف زلدا برث آف دی وایلد اشاره میکنه. کلی از المان هایی که توی فصل 6 فورتنایت به کار رفته همشون مستقیما به بازی لجند آف زلدا اشاره میکنن. یکی از مشخص ترین این ویژگی ها مربوط به مرغ ها میشه. مرغ هایی که شما توی فورتنایت میتونستید پاهاشونو بچسبید و بعد با استفاده از اونها پرواز بکنید. خب در واقع همچین ویژگی توی بازی لجند آف زلدا برث آف دی وایلد وجود داشت. شماره 3، گولد و بانتی. خب الان گولد و بانتی به یکی از ویژگی های جدا ناپذیر فورتنایت تبدیل شدن، که خب خیلی ها از این ویژگی استقبال کردن و به نظرشون باعث بهتر شدن فورتنایت شده. اما جالب بدونید که گولد و بانتی برای اولین بار توی فورتنایت به وجود نیومدن، بلکه مربوط به یک بازی رقیب میشن، یعنی کال آف دیوتی وارزون. درسته توی کال آف دیوتی وارزون یک سری ویژگی خیلی باحال وجود داشت که از جمله بارسرین اونا میتونیم به پول اشاره کنیم، یعنی شما داخل مپ میتونستید پول یا همون کارنسی به دست بیارید و بعد با استفاده از همون پول بگیرید سلاحهای خودتون رو آپگرید بکنید، چیزی که باعث میشه استفاده از مایکرو ترانزکشن خیلی خیلی کمتر بشه. خب یه همچین ویژگی بعد از اینکه توی کال آف دیوتی وارزون مشاهده شد به بازی فورتنایت هم اضافه شد، فقط گرفتن اسمش رو عوض کردن و گذاشتن گولد یا همون طلا. اما بانتی هم برای اولین بار توی همون وارزون به وجود اومده بود، جایی که بازی به شما میگفت مثلا اگر فلان پلیر رو بکشید مقدار گولد بیشتری به دست میارید، که خب این ویژگی هم به نظرم خیلی باحال بود. پس فورتنایت به خودش گفت بیایید اینم کش بریم. اونا گرفتن سیستم بانتی هم به بازی خودشون اضافه کردن و خب متاسفانه خیلی ها نمیدونن که این ویژگی ها از روی وارزون گرفته شده. شماره 2، کنسرت. یکی از خفن ترین چیزهایی که در مورد ایونت های فورتنایت وجود داره کنسرته. تا الان خواننده های مطرح خیلی زیادی توی کنسرت های مجازی فورتنایت شرکت کردن که انصافا خیلی هم باشکوه بودن. خیلی ها فکر میکنن که فورتنایت اولین بازیه که اومده از این ایونت ها یا همون کنسرت ها توی خودش استفاده کرده. اما این موضوع برمیگرده به سال 2016 و بازی ماینکرافت
اونا در واقع به طور رسمی اولین بازی محسوب می‌شدن که اومدن از کنسرت مجازی با خواننده‌های مطرح استفاده کردن. که خب اولین خواننده آلونا جورج بود که توی ماینکرافت اومد یک کنسرت خیلی جذاب برگزار کرد. اما اگر ما خواننده‌های رسمی رو در نظر نگیریم، برای اولین بار یک هنرمند گمنام توی بازی سکند لایف اومد برای خودش یک کنسرت برگزار کرد که خیلی‌ها میگن پس اولین کنسرت برگزار شده توی بازی‌های ویدیویی مربوط به همون هنرمنده توی بازی سکند لایف میشه. شماره 1، رادیو. اما خب این یکی دیگه فکر میکنم خیلی باید معلوم باشه. هر کسی که فورتنایت رو جدیداً بازی کرده باشه احتمالاً متوجه این قضیه شده. چند وقتی میشه که توی فورتنایت وقتی شما سوار وسایل نقلیه شدید میتونید رادیوی ماشین به همون وسیله نقلیه رو تغییر بدید و اینجوری به آهنگای مختلفی گوش بدید. نه آهنگایی که خود بازی درست کرده، نه آهنگایی که در بیرون از بازی وجود دارن، آهنگایی که کپی رایت دارن از خواننده های مطرح. خب فکر میکنم همه باید بدونید که این ویژگی در واقع از روی چه بازی الهام گرفته. درسته، از روی GTA. چرا که GTA اولین بازی که خب نه، ولی مهمترین بازی بود که اومد از رادیو توی سیستم وسایل نقلیه خودش استفاده کرد. شاید خیلی دیگه از بازی‌ها دوست داشته باشن بیان از سیستم رادیو توی ماشین‌های خودشون استفاده بکنن، اما نمیتونن. میدونه چرا؟ چون هزینه خیلی زیادی داره. شما باید پول لایسنس همه این آهنگایی که توی رادیو خودتون می‌خواید استفاده بکنید و پرداخت بکنید. برای همین بیخیالش میشن. اما بازی مثل GTA که این همه درآمدزایی داره، اصلاً براش مشکل نیست. از اونجایی که فورتنایت هم حسابی خیلی خوب داره پول در میاره، اومد از این سیستم استفاده کرد. خب بچه‌ها، این هم از ویدیو امروز ما. امیدوارم که ازش لذت کافی رو برده باشید. شما هم نمونه مشابهی میشناسید، حتما توی کامنت ها با همون به اشتراک بگذارید. در هر حال اگر با ویدیو امروز حال کردید، لایک و سابسکرایب فراموش نشه. آرزو میکنم روز خوبی داشته باشید و تا قسمت بعد، خدا نگهدار.